فیلم کوسه جنوب، ساخته ساموئل خاچیکیان، محصول سال 1356. اکبر، نادر، عباس و رضا که روابط دوستانشون از کودکی شکل گرفته، در پی رسیدن به آرزوهاشون راه‌های مختلفی رو انتخاب می‌کنن. عباس و نادر لباس نظام به تن می‌کنن. اکبر به گروه دایی قاچاقچیش می‌پیونده و رضا که فلجه، آرزوی جز ادامه دوستی با این سه نفر نداره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. من اونو خوب میشناسم، شروع خوبی بود. کار عاقلانه‌ای کردی. اونایی که تو قبرستون این شهرن از صد تا یکیشون از مشتریای دایید. اگه جواب رد میدادی حتما تو رو هم میکشتن. من از مرگ نمیترسم. از من چی؟ من از هیچ کس و هیچی نمیترسم. من اگه قبول کردم واسه خاطر کسی دیگه بود. یه زن؟ آره، یه دختر با موهای سیاه و بلند. دوستش داری؟ اون دنیای منه. نمیتونی فراموشش کنی؟ نه، من برای اون زنده. خوبه. من از آدمایی که به خاطر عشق فداکاری میکنن خوشم بیاد. آره، تنها بذار پیشی. فیلم صبح خاکستر با بازی رضا بیکیمان وردی داستان احمد رمزیه که میخواد از گاوصندوق یه شرکت سرقت کنه. شریکش جلال به پلیس اطلاع میده و در نهایت حسابدار شرکت با دیدن احمد سکته میکنه و میمیره. احمد دستگیر و روانه زندان میشه. چند وقت بعد محمد پسر حسابدار شرکت برای انتقام گرفتن از احمد از خرمشهر به تهران میاد. با هم قسمت‌هایی از این فیلم رو تماشا میکنیم. تو این مدتی که اون تو بودم خیلی به اینجا رسیدی. خاک این رو روش کردی. خوش واسه خاطر توه. دلم میخواست وقتی برمیگردی همه چیز واسه تازه باشه. اینا رو کی گرفتی؟ اصلا یادم نبود. خیلی گشتم تا عکاسخونه اون فوتو رو پیدا کردم. تابستون بود، یادت میاد گفتی بریم پارک هوایی بخوری. بعدش تو گفتی عکس بگیریم. اینقدر حده داره بود که فوتو بهش برخور. خیلی قشنگ شد. انگار دیروز بود. ولی اون تو واسه من یه عمر گذشت. تو این دو سال جای خادیر تو رو با این عکس ها پر میکرد. این دو سال به منم خیلی سخت گذشت. اون تو داشتم دق میکردم. دلم واسه یه ریزه شده بود. اما دلم میخواد وقتی میرم تو کوچه، وقتی از قصابی گوش میخرم یا میرم سر نونوایی، همه با دست نشودم بدن و بگن این زن احمد آقاست. بالاخره احمد آقا گرفتش. نمیدونی تو این دو سال چه آرزوهایی تو سرم بوده. فیلم ترکمن به کارگردانی امیر شروان، محصول سال 1353. در منطقه ترکمن صحرا، آرتوق چند بار مادرش رو برای خواستگاری دختر قلیچخان میفرسته، اما پدر دختر رضایت نمیده. آرتوق دختر رو از کنار رودخونه میدزده و به زیارتگاهی پناه میبره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بعدش فکر کردم دیدم 100% حق با توی. به همین جهت دلم میخواست که تو موفق بشی. حالا مگه بتونم وسیله ای باشم که تو لوح مقدس مردم تو پس بگیری خیلی خوشحال میشم. تو در اونجا در ترکمن صحرا چیکار میکنی؟ من هیچ کار. همه کار. اما اگر لوح برگردونم
یک زن خوب نصیبم میکنه، زراعت میکنم، زمین زیاد دارم، مال پدرم بوده، همین افتاده خاک میخوره. ندم گزن بگیر، زراعت کن. من از زراعت خوشم میاد، خیلی خوبه. از زندگی شهری بیزار شدم، من عاشق طبیعتم. چی گفتی؟ چرا عاشق طبیعت شدی؟ طبیعت کدوم صد پدریه؟ طبیعت؟ طبیعت یعنی دنیا، یعنی همه چیزایی که تو دنیا هست، زمین، آب، هوا، کوه، دشت، صحرا، همه چیز. یعنی ترکمن صحرا؟ آره، ترکمن صحرام جزی از طبیعته. خوب، خوب، اما تو نباید عاشق چیزی یا کسی بشی، فهمیدی؟ من میرم یک چیزی بیارم بپوشی، تو خیلی لختی. فیلم خوشگل و عوضی گرفتین که تو سال 1353 ساخته شده، از این قراره که پروین تو خیابون با جوونی به اسم جلال آشنا میشه و به هم علاقه مند میشن، ولی هر دوی این نفر راجع به کسی که هستن به همدیگه دروغ گفتن. بعد از فهمیدن حقیقت هم از همدیگه دور میشن تا اینکه چند وقت بعد با هم آشتی میکنن و پای سفره عقد میشینن. بخشایی از فیلم خوشگل و عوضی گرفتین رو با هم تماشا میکنیم. بل با بنده بودی خانم؟ منو میشنسی؟ از که وکیم از خوبه. خوب به هم نگاه کنی آقای مهندس امیدوار. ببینم نکنی شما همون پروین خانمین که اون آقای میگو؟ نه خیر، من آذرم. بگیلی مجیلی مجیلی قدی که بیلن گل دو بالا بخوری تو کاسی سر اون عبدولی دولی دولی. کم کم دارم به شک میفتم. راستی شما پروینو میشنسی؟ والا هنوز خدمتشون الادت خالصانه پیدا نکردم، اما اگه ایشونم به خوشگل مامانی شما باشن که حاضرم یهو الادت پیدا کنم. من که باور نمی کنم، یعنی اینقدر شباهت ممکنه؟ آبا چی چی باور نمی کنی؟ چون من ماشین تماشا کن ببین چیکار کردم. اینجا چه تعمیرگاهیه؟ اینجا نگاه کن ببین ماشین چیکار کردم. هست جدا هست برای این ماشین، واقعا زحمت کشیده. کجایی؟ آذر چیزی دستگیرت شد یا نه؟ من فکر میکنم داره حقه میزنه، حتما هم حقه میزنه. بالاخره مچش وا میشه. من اون شب گفتم آقا رو یه جای دیدمش. شما این معلومه چی چی داری میگی؟ حد چه آقا؟ میشه بفهمی چرا مثل آب لیوتونه هی میاری میری میاری میری میاری میری کی؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا گفتی مهندسی و ما را اخفال کردی؟ آقا مرده حرفی دن که مرده مرده کن بعد بگی بیرون. گفتم یخره بلکن معدب باش. اگه اون رو اون بالا بیاری دهنی که بره خون میکنم. بلکن تو هم دهن که من تو من نشه. آقا بالا خان، آقا جون بلش کنید دیوونه است. آقا بالا خان بلش کن، اینا مشتری هم جون من مرگ من بلش کن بابا. کلا اما اونی که اون شب دیدیم به این بی‌تربیتی نبود. فیلم سینمایی پلنگ در شب که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که مهدی پلنگ بعد از 7 سال از زندان آزاد میشه و روبروی قاسم و دار و دستش قرار میگیره. قاسم و افرادش برای کشتن مهدی نقشه میکشن و بعد از عدم موفقیت مریم دختر محبوب مهدی رو میدوزن. قاسم مریم رو آزار میده و مهدی اون رو به قتل میرسونه. بخشایی از فیلم پلنگ در شب رو با هم تماشا میکنیم. چیزی که من دیدم تو هم ببینی برای همیشه اسم میکی یادت میره. اون الان با یه زنی زده به سرت مادر. اون اهل این حرفا نیست. از این شوخی هم خوشم نمیاد. خوشت نمیاد برای این که خری. خوشت نمیاد برای این که نمیفهم. خوشت نمیاد واسه این که دیوونه ای. چشات کور شده و هنوز تو عالم بچگی و عکس کشیدنی. اما این دیگه عکس کشیدن نیست که هر طوری که دلت بخواد بکشیش. سرشو، پاشو، لباسشو، کلاهشو هر طوری که خودت خیال میکنی بکشی. این دیگه همون چیزیه که هست. پس اگه خواستی دوباره عکسشو بکشی، اونو بکش که تو زن خوابیده و نشعه بوی عرق زنه. این میکی واسه راستکی نیست. باراش کن، اون طوری که هست بکش، همون طوری که گفتم. تمومش کن مادر. تا این شوخی هم باشه دیگه تا دارم تا خونه اون که